خب حالا به سمت عقب برمیگردیم، نوت قبل از سول میشه چی؟ سول قبلش بین خط اول و دوم میشه نوت فا، روی خط اول میشه نوت می، زیر خط اول نوت ر. حالا از اینجا به پایین ما هرچی بخوایم بیاییم پایین تر یا از در از نوت سول به بالا بخوایم بریم، یه سری خطوط اضافه میشن که این نوت رو میذاریم. اگر خط از وسط نوت رد بشه در اصل یه نیم خط حساب میشه، اگر مثل این بیرون باشه یک خط کامل، پس نیم خط یک خط و مقابلش رو میارم پایین میزن، پس این نوت میشه دو، یعنی با یه نیم خط اضافه یک خط کامل میشه سی، یک خط و نیم میشه نوت لا، دو خط میشه سول، دو خط و نیم میشه نوت فا و سه خط میشه نوت می، که به اینا گفتیم میگن خطوط اضافه. از می سه خط زیر حامل که پایینه در از پنج خط حامله ما دیگه پایین تر نداریم، یعنی سه خط و نیم نداریم حداقل فعلا، یعنی امکانش هست که باشه بخوایم کوکی گیتار تغییر بدیم، ولی فعلا ما سه خط پایین تر نداریم. اینم بگم هرچی نوتا روی حامل به سمت پایین بیان صدا بمتر میشه، در از نوازنده ما روی سیمای بم اتفاق میفته، و هرچی نوتا به سمت بالا که باشه صدا در از زیرتر یا تیزتر میشه. خب میم صفحه دوم آموزشی، گفته شکل انواع کلید در موسیقی، کلید سول، کلید. خب اومده اینجا تمام کلیدها رو ما درس داده، کلیدی که برای ما استفاده میشه برای گیتار استفاده میشه این کلید هست، کلید سول. برای کلید سول یه توضیح بخوام بدم، زیرترین کلید موسیقی هستش که برای سازهای استفاده میشه که صدای خیلی زیر دارن، مثل گیتار، مثل ویولون، مثل دست راست پیانو در از که صدای تیز یا زیری دارن از این کلید استفاده میکنن. فقط حالا به خاطر اینکه اطلاعاتی داشته باشیم بهتون بگم که این دوتایی که میبینین کلید فا هستش، کلید فای خط سوم و کلید فای خط چهارم، که معروف ترین کلید فای کلید فا کلید فای خط چهارم هستش که بیشتر کاربرد داره، کاربرد این خیلی کمتر است. اینم بگم که بمترین کلید موسیقی کلید فای خط چهارم هست که برای سازهای استفاده میشه که صدای بم دارن، حالا مثل کنترباس، مثل ویولنسل، مثل دست چپ پیانو یا خیلی سازهای دیگه، حالا اگر آشنایی داشته باشیم با سازا. کلید دو که به پنج حالت هست روی هر کدوم از حامله قرار میگیره، حامل اول، کلید دوی خط اول، دوی خط دوم، سوم، چهارم و پنجم، که معروف ترین کلید دو کلید خط سوم هست، این هم مشخص بکنم براتونشو. کلید خط سوم حامل، کلید دوی خط سوم از همه بیشتر کاربرد داره، بیشتر برای سازهایی که صدای میانی دارن، نه اونقدر بم هستن و نه اونقدر زیر مثل ویولون آلتو بیشتر استفاده میشه. برای سازی مثل ویولون آلتو از کلید دوی خط سوم استفاده میشه. دلیل این که روی هر پنج تا خطوط حامل ما این کلیدو داریم بیشتر به خاطر اینه که برای نوشتن نوت برای گروه های کور صدای انسانی خیلی استفاده میشه، و در کل از این کلیدها به خاطر این استفاده میشه که از تعداد خطوط اضافه ما کم بکنیم، یعنی جوری نشه که برای صدای بم اگر بخوایم روی کلید سول بنویسیم مجبور شیم مثلا با 8 تا خطوط اضافه استفاده بکنیم، یا اینکه بخوایم ببریم 8 تا یا مثلا 5 تا یا 6 تا حامل خطوط اضافه بالای حامل بخوایم بکشیم که دیگه خوندن نوت سخت بشه، چون ما باید نوت رو به جوری بنویسیم که با یه دید یا یه نگاه بشه اون رو خوند. خب اینم از این تا کلیدها رو براتون توضیح دادم، تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار.